درود، امیدوارم خوب و سلامت هستید. البته میدونید که وقتی انسان خانه خصوصی ندارد چقدر سخت و یا بد است، اما شاید کم کسان احوال آدمان بی خانه و یا بی سرپناه را درک کنند. امروز درباره بی خانگی و سرنوشت بی سرپناهان صحبت میکنیم که هفته پیش رادیو آزادی درباره آنها گزارش داشت، از جمله درباره سرنوشت بختیار طاهیروف که در خوجند حال ایزار داشت و این گزارش بحثی دراز را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک برانگیخت. خونه و در نیست. نه. ای مسرکه میگیرم اخرام. اینجا شبه خونه نمیخوره. خونه ما اخرام. چکار کنم؟ صدها شرح و نظر درباره این مرد و مسئله کم بیزاتی در تاجیکستان گرفتیم. گروه زیادی از کاربران مقامات رسمی را تنقید کردند که بی‌پروا هستند، حالی چون این طبقه های نادار و محتاج را نادیده می گیرند. یک از این کاربران دلارام محمد قلوب است که در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک چون این شرحی را گذاشته است. دلم بر حال آدمی سوزد یا بر حال مرد نمی دانم. نخود در همان اطراف ثوابجه یافت نشد که دست کمک دراز کند. این مرد بیمار است. ممکن است به سبب مشکل زندگی و یا سستی اراده میزده شد. لیکن ما انسان هستیم. باید به این گونه درماندگان راه نشان دهیم. او نیز فقرای دولت است. چشم اداره های دولتی کجاست؟ بانوی دیگری هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است مقامات رسمی و یا اداره حفظ اجتماعی در تاجیکستان نباید به سرنوشت مردم بی خانه و بی سرپناه بی اعتنایی کنند و دست آنها را در روزهای سخت بگیرند. شرح بشار گجی و در فیسبوک در همین باره است. کمیته ها با چه کار مشغولند؟ چرا با آدمانی که به حالت وزنین دچار شدند یاری نمی رسانند؟ وکیلان منصبداران شما را برای زیبا کردن اتاق کاریتان منصب هدیه نکردند. شما باید به مردم یاری رسانید و شما سروری دولت باوری کرده منصب داده است. گروه دیگری گفتند که در قشاق و بیخانه شدن بیخانگان از جمله بختیار طاهیروف نه مقامات بلکه خودش و خویشاوندانش گناهکارند که او را به چنین حال افکندند. کاربری که خود را آدینبا آگاه نظر و در فیسبوک معرفی کرده است شرحی را بدین مضمون گذاشته است. حکم بخشید ای بی حکومت در چیست؟ پدر و مادر، عکو و دادر، اپا و خواهر نخود در اولادش یگان صاحب ندارد. همین انسان از زیر زمین نبرآمده و یا از آسمان فرود نامده است. خانه و دری خودشان در کجا باشد؟ نخود یگان آدمی زنده ندارند. اهل اولاد حق و همسایه کجاست؟ خدا نگهبانش باشد. گروه دیگری از کاربران گفتند که نباید بی خانه و بی سرپناهان را طعنه و ملامت کرد، زیرا شاید مصیبت یا کدام حادثه دیگری سبب بی خانه و درماندن چنین افراد شده است. شرحی را از صفحه رادیو آزادی از فیسبوک میخوانیم که منیره احمدوه گذاشته است. اینها را زندگی به این بلا گرفتار کرده است. مگر آنها هم زندگی خوب و جای زیست، جای خوابی گرم و بالش و کرپه تازه و آزاده نمیخواهند؟ آنها به سبب فریب در کار به این حال گرفتار شدند. کاردهنده ها کار را می فرمایند و فریب می کنند. همین ها را کار فرموده از برای ثواب کمتر خوراکی و لباس کهنه‌تان را دهید. تعداد زیادی از کاربران نوشتند که به چنین افراد محتاج و یا مصیبت زده باید کمک کرد تا دیگر باره به پا خیزند و برای راست و درست بروند و محتاج کسی نشوند. یکی از کاربران چنین نوشته است: با او یک کار نشان دادن در کار که برآمده کند، ما و شما یاری رسانیم، یک یا دو بار یاری می رسانیم، کار نشان دهیم که یک عمر زندگیش را پیش برد. می گویند به شخص کمبغل پول ندهید، بلکه کار نشان دهید تا زندگیش را پیش برد. کاربر دیگری هم به همه و یک توصیه عمومی داده است تا در زندگی محتاج و دستنگر نشوند و به هدف خویش برسند. توصیه را میرزا علی اکراموف در صفحه ما در فیسبوک گذاشته است و آن هم چنین است: زندگی مبارزه است. اگر افتادی برخیز، باز افتادی باز برخیز. جهد کن، کوشش کن تا به مقصدت به قدر امکان برسی. چون مشکل پیش آید اول آن را حل کن. و مثال گشنه شدی نان کار بکن، تشنه شدی آب بیاب و غیره. همین خل همیشه به پیش. واقعا پس از گزارش رادیو آزادی افراد خیرخواه به بختیار طاهیروف سرپناه موقت دادند و گفتند برای بازگشت به زندگی عادی به او کمک میکنند. در واقع خوب میشود اگر شما هم نظر و اندیشه های خود را درباره بی خانه و محتاجان نویسید از طریق وبسایت ما که نشانش را میبینید و یا از طریق تلفنی که میبینید. تلگرام، واتساپ و ایمو و وایبر دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.